خب، باید بگم که شرکت کوزانا برای اجرای این پروژه کاملا آماده است. راستش ما در اوایل فکرم نمی کردیم که این کارو با شرکت آلمانیا شریک بشیم. مگه نه ایگید؟ یعنی اگه آلمانی هم اینو میخواستن، من بازم نمیتونستم باور کنم همچین اتفاقی میفته. نه، من اینطور فکر نمی کنم، چون من با رویاها و خیالات زندگی نمی کنم. من به بیشتر از اینو فکر میکنم. خوشحالم که آقای گیت بزرگتر از تصوراتم. منم سعیمو میکنم تا این رویاها به حقیقت مبدل بشن. خب آقا فاتح، ما هنوز قرارداد امضا نکردیم، مگه نه؟ آره، آقای گیت همیشه انقدر حساسن، اما اشکالی نداره، همین الانم میتونیم بریم و قراردادو ببندیم. یه امضا میخواد، کار سختی که نیست، مگه نه؟ نه خیر، منم تو این موضوع کاملا با آقای گیت موافقم. امشب خیلی با هم حرف زدیم و بهتره تا وقتی که قرارداد امضا میشه خیالاتو بذاریم کنار و در مورد حقایق حرف بزنیم. آره، من الان حقیقتو بهتون میگم، یعنی ما میتونیم فردا شب بازم همو ببینیم، اما با این تفاوت که فردا شب جشن میگیریم. فکر نکنم بشه آقا جاهد، چون فردا شب من یه جای خاصی دعوتم. واقعا عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی خوشم اومد، عالی بود، خوشم اومد، آفرین. که اینطور، باید بگم راه و رسم آلمانی ها رو کلن فراموش کردیم، چون اونا اینجوری نمیخورن. درسته که برای یه مدت طولانی آلمان زندگی کردم، ولی من اصالتا ترکم. واقعا شما خیلی عالین، خیلی باحال حرف میزنین، واقعا خوشم اومد. جاهد ببخشید، میشه اون چنگالو بهم بدی؟ اینقدر جلوی نخند و اعصابمو بیشتر از این خورد نکن. بهت نشون میدم، بذار از اینجا بریم، بهت نشون میدم که اعصابی کی بیشتر خورده. فردا شب خونه همسایتون دعوتم، اگه خواستین به هم خبر بدین، شاید بعد از شام بتونم بیام پیشتون. دوستای آلمانیم در مورد رستورانای بوغاز خیلی شنیدن، میخوام ببرمشون اونجا. حتما، من اون دوستای آلمانیتونم به یه رستوران خوب معرفی میکنم تا اونام برن اونجا. نگران اینم نباشین، من دیگه باید برم. صورت حسابم پرداخت میکنم. راستی غذا عالی بود، خیلی ممنون. نوش جونتون قابلی نداشت. ما اصلا مثل آلمانی ها نیستیم. درسته. بلند شو بریم، مگه نه؟ آره بریم. اگه شک کرده باشه چی؟ اگه دیوونگی کنه چی؟ اگه بره و تحقیق کنه چی؟ اینقدر چرت و پرت نگو، اون یه نامه عادی بود دیگه، به خاطر چی بره تحقیق کنه؟ باید باهاش حرف بزنم. شما چیزی گفتی؟ نه، من چیزی نگفتم، اما فکر کنم تو میخوای یه چیزی بهم بگی، یه چیزی که من باید در موردش بدونم. خب شاید یه اتفاقی افتاده باشه که من باید در موردش بدونم، درست نمیگم؟ نه بابا، یعنی چیزی نیست که بخوام بهت بگم، همونطوری که خودت گفتی، یعنی دقیقا همینطوره. دنیا خیلی کوچیکه، من باید امشب باهاش حرف بزنم. اوف، پیر شدم، به خدا توی شب 10 سال پیرتر شدم. اعصابمو خورد نکن، اون گفت میرم پیش نور، اما من صدامم در نیومد. دیگه چی ازم میخوای؟ ها؟ چی کار میکردم؟ میخواستی مثل تو با صدای بلند بخندم؟ پس از بلند خندیدنم خوشت نیومد ها؟ داداش تو امشب 10 سال عمرمو کم کردی، به خدا راست میگم.
خدایا شکرت. خدا رو شکر که امشب به خیر گذشت و رفت پی کارش. بایدم خدا رو شکر کنی. هرچی خواستین بارم کردین. به خواستت رسیدی آقا جاهد. یعنی من اینو برای خودم میخواستم؟ آره، همه چی به خاطر خودمه. این آلمانیا رو من به خاطر خودم دعوت کردم و به شرکت هیچ ربطی نداره. بس کن دیگه تو رو خدا جاهد. باشه، با آلمانی ها قرارداد میبندیم. تموم شد رفت. خوبه؟ ببینم داداش، تو چرا اینجوری شدی ها؟ به جای این کارا بهتره بری و از دستش بگیری تا اونم به خاطر به دست آوردنت از اینجور کارا دست برداره. خب برو آشتی کن. میفهمی چی میگم؟ اینجوری هم من راحت میشم، هم خودت، هم این شرکت بیچاره. راحت باش داداش، من بعد این دیگه به هیچ چی کار ندارم. شما هر کاری خواستین انجام بدین. باشه. قایم نکن، اگه قایمش کنی همین چی بدتر میشه. بگو بگو تو راحت بشی. خدا میدونه تا حالا چند بار با هم دعوا کردم. حتما خالم بازم از اومدنش پشیمونش کرده. من نمیخوام با یامور روبرو بشم. با الماز میرم تو اتاقم تا یه وقت الماز ازش این مریضی رو نگیره. یعنی تو هم فرار میکنی ها؟ فرار واسه چی داداش؟ ای بابا، چرا بخوام این کارو بکنم؟ تو چی داری میگی؟ داره میاد، امیدوارم بهت خوش بگذره. منو نگاه داداش، اون برو نگاه نکن. بهتره همینجوری وایسی تا فکر نکنه سورپرایزت کرده. ترسیدم تا من بیام تو بری. چرا؟ ها؟ با من کاری داشتی؟ صبر کن. حتما به خاطر مهمونی امشب نگران دوست عزیزت شدی. خب معلومه دیگه. خب چرا بهش زنگ نزدی؟ اگه شمارشو نداری من دارم بهت میدم. هرچند فردا شب خونتون دعوته، میتونی ازش شمارشو بگیری. داری حسودی میکنی؟ کی؟ من؟ چرا؟ من حسودی کردم. نه خیر بابا، خب چرا باید حسودی کنم؟ این مال قبلا بود نور خانم، اون روزا دیگه تموم شد. یعنی حسودی نمی کنی؟ اصلا کنجکاوم نشدی که من اون از کجا چطوری میشناسم؟ نه نشدم. پس خوبه. منم علکی به خاطر روبرو شدن با تو انقدر استرس داشتم. میرم بخوابم. شبت بخیر. یه لحظه وایسا، اگه در مورد اون آدم حرف خاصی داشته باشی بگو، چون ما قراره از فردا با هم همکار بشیم. خوشگله مامان، امروز خیلی خسته شدی؟ چند دقیقه بعد بابات میاد. مامان بابات امشب کنار هم میخوابن، مثل همه مامان بابا. آی عزیزه مامان، امشب میخوای پیش بابا جونت بخوابی؟ ها؟ خوشگلم. ببین پسرم، همون جوری که گفتم بابا جونت هم اومد. ببینم ویتامیناتو خوردی؟ خوردم. به اون دخترم نزدیک نشدم، مریضیش به منم سرایت نکرده. زود باش لباساتو عوض کن، بیا راحت بگیریم بخوابیم. نه ایلماز، تو راحت باش، من میرم اونور رو مبل میخوابم. یعنی چی؟ آخه چرا رو مبل میخوابی؟ راستش من تو خوابم خیلی تکون میخورم، اینجوری تو رو اذیت میکنم، به خاطر همین رو مبل میخوابم. تو نمیخوای با من روی تخت بخوابی، واسه همین داری بهونه در میاری. میدونم. اینا چه ربطی به هم دارن ایلماز؟ بیا عزیزم، بیا ولش کن، نمیخواد لباساتم عوض کنی. بیا خجالت نکش بابایی، من که نمیخورمت. بیا نترس ایلماز، تو رو خدا ولم کن. بیا عزیزم. آفرین، دستتم بذار رو بچه نازمون، بعدش هم با هم خیلی راحت میگیریم میخوابیم.
شوهرمم با فاتح اینا با هم فامیلن. ما هم تو بچگی با هم دوست بودیم چون ما هم تو همون محله بودیم. بعدش اون رفت آلمان. همش همینقدر. همینقدر؟ آره. خب اگه راست میگی پس چرا اینقدر داری میلرزی؟ مگه من میلرزم ایگیت؟ ببین، برای آخرین بار دارم ازت میپرسم، تو هم بهتره درست جواب بدی. اگه درباره اون آدم چیزی هست که من باید بدونم پس به هم بگو، چون به نظرم خیلی آدم احمقیه. حالا فکر میکنه که کی هست؟ من از اینجور آدم اصلا خوشم نمیاد. وقتی حرف میزد به زور تونستم جلوی خنده هامو بگیرم. اگه موضوع خاصی هست بگو تا فردا اون قرار دادا فسخ کنم. خیلی خوب حرف بزن، میشنوم نور خانم. چی شده؟ بگو دیگه، چرا داری میخندی؟ آی نور، از کجا میخواد بفهمه؟ بس کن تو رو خدا. فکر کردی فاتح یه احمقه؟ میره و به ایگیت میگه که خانم مدلت برا من نامه نوشته بود. از کجا میخواد بفهمه؟ چی شد؟ چرا داری بازم مثل بید میلرزی؟ نه، چیز خاصی نیست که بهت بگم. یعنی همونطوری که گفتم، ما تو بچگی با هم فقط دوست بودیم. یعنی با هم بزرگ شدیم، همین. فقط دوست دوران بچگیته ها؟ خوبه، باشه. یعنی خوب منم به خاطر اینکه قراره با هم کار کنیم اینا رو ازت پرسیدم، به خاطر همین باید میفهمیدم. هرچند اونقدر مهم نیست. میگه حسودی میکنی. آخه چرا باید حسودی کنم؟ من اصلا اونو در حد خودم نمیدونم. مگه اون کیه؟ آفرین نور، آفرین به تو، آفرین. برای آخرین بار دارم ازت میپرسم، تو هم بهتره درست جواب بدی. اگه درباره اون آدم چیزی هست که من باید بدونم پس به هم بگو، چون به نظرم خیلی آدم احمقیه. حالا فکر میکنه که کی هست؟ من از اینجور آدم اصلا خوشم نمیاد. وقتی حرف میزد به زور تونستم جلوی خنده هامو بگیرم. اگه موضوع خاصی هست بگو تا فردا اون قرار دادا فسخ کنم. این یه پروژه بین المللیه. خب پروژه خیلی بزرگیه، میدونی قرار آلمانیان بیان. معذرت میخوام. چیزه، این لیست چیزاییه که لازم داریم. میشه اینا رو برامون تهیه کنی؟ آروم باش نور، به خودت بیا. چیزی نشده که انقدر بزرگش میکنی. هیچ کس هم در این مورد نمیدونه. بالاخره منم تا اینجا کشوندی. چی بهت بگم این ماز؟ دست خودم نیست مامان، دلم حواس دست بخت تو کرد. انگار خونمونم خیلی دوره. میگفتی همونجا درست میکردم برای. آخه چرا نمیخوای بیای خونه دخترت؟ از رو لجه اونم که شده باید بیای. ماشالله اتاقتونم که یکی شد، حالا دیگه اینجا واقعا شد خونتون. آره خیالت جمع. اما تو داری خودتو گول میزنی، نه منو، فهمیدی؟ خواهش میکنم مامان، بذار حداقل امروز دربارش بحث نکنیم. ببین همه چیز خوبه، امینم موند. الان دیگه یکم انصاف داشته باش، یکم بخند. والا خدا از نور راضی باشه، بالاخره یه جوری راضیش کرد نره و اینجا بمونه. بیا بگیر اینا رو خورد کن. آره بیچاره، با وجود این همه مشکلاتش. نور چه مشکلی داره ها؟ آی مامان، اون فاتح خرخونو میگم. خب ایلماز مامانشو آورده اینجا؟ اینجا شده کاروان سرا. خدا میدونه دیگه چه عتیقایی قراره بیاد. مامان اینقدر به این دخترم گیر نده، مگه نمیبینی؟
مریضه و اصلنم از اتاقش نمیاد بیرون. آره بیچاره، اومده تو خونه من راحت گرفته استراحت میکنه، همش میخوره و لم میده، بعد میگی مریضه و از اتاقش نمیاد بیرون. چیکار کنم؟ برقصم؟ از دیروز تا حالا 10 بار زنگ زده. حتما فهمیده ایلماز رفته تو اتاق جاهد و دلش آروم نمیگیره بیچاره. بذار ببینم چی میگه. الو نازان جون؟ وای چه عجب، بعد نازان جونم میگی. نازان جون از دیروز تا حالا داره به زنگ میزنه، چرا جواب نمیدی؟ اصلا نپرس نازان، بهتره در مورد دیروز چیزی نپرسی. گوش کن، شما خونه این دارم میام اونجا. بیا بیا، خیلی هم دیر کردی. آه به خاطر چی؟ خیر باشه، چیزی شده؟ بیا نازان جون با چشمای خودت ببینی بهتره، بیا. ای بابا، اوه الان نازانم میاد، فیلم تازه داره شروع میشه. من میرم برای خودم شال بیارم، تو هم میخوای؟ دخترم تو چی داری میگی؟ این نورم عجب کلکی بوده ها. اون موقع نور فقط 12 سالش بوده. یه دختر 12 ساله نامه عاشقانه می نویسه؟ نمیدونم تو اون نامه عاشقانه چی نوشته، اما از اینکه قراره اونا با هم کار کنن بعد جوری ترسو دلش افتاده. این کار خدا رو ببین، بعد از این همه مدت عشق دوران بچگیش با عشق الانش همکار شده. مامان یه وقت جلوش نگی عشق دوران بچگیت بوده. من یه بار گفتم اولین عشقت بود نزدیک بود منو بکشه. اون بیچاره مونده چی کار کنه؟ میدونی آقای گیتم خیلی حسودی میکنه، حالا که انقدر حسودیش میشه پس چرا با هم آشتی نمیکنه؟ به نظر من نورم نگران همینه، منتظر ایگیت یکم آروم بشه بعدش توی فرصت مناسب باهاش آشتی کنه. قراره با فاتح هم یه کار مشترک رو شروع کنن، به خاطر همین میگه اگه ایگیت بفهمه همه چیز خراب میشه. آره عزیزم راست میگه، اگه بفهمه همه چی تمومه. فکر کنم یکی اومد. نه کی بود دخترم؟ نمیدونم، شاید اشتباه شنیده باشم. ببین مامان اگه کسی حرفامونو شنیده باشه چی؟ فکر نکنم دخترم کسی نشنیده. باید مواظب باشیم. زود باش، برو پالتو و کیفمو بیار. زود باش، زود باش. چی شده اجلال؟ وقتی برگشتم بهت میگم چی شده مامان. زود باش دیگه. اجلال خواهش میکنم، باز میخوای چیکار کنی؟ مامان این دفعه سر اون افعی رو قطع میکنم، حالا میبینی. بیا دیگه. اگه بازم اشتباه کنی خودتو تو درد سر. نه خیر، خودمو تو درد سر نمیندازم، اونو تو درد سر میندازم. زود باش. لااقل بگو داری کجا میری. میرم شرکت، همینجا منتظرم بمون، زود برمیگردم. کجا میری اجلال؟ مامانم تو باغچه منتظرته، برو. دختر یه احمق، ببینم حالا میخوای چی کار کنی. آخه با این عجله کجا رفت؟ دست درد نکنه مامان جونم. مواظب خودت باش.
آه خوش اومدی نازان جون. چه خوش اومدی، تو رو خدا بگو این چه وضعشه؟ تا دم در مامانش رو بدرقه میکنه. اوه این که چیزی نیست عزیزم، اینجا خیلی اتفاقات افتاده که باید بدونی. آیتن خانوم، تو هم داری مثل زندوداشم حرف میزنی. این خانوم کوچیک با جاهد توی یه اتاق میخوابه. یعنی تو تختی که تو باید بخوابی، ایلماز باهاش میخوابه. منو نگاه کن، دیگه داری از حدت میگذری. آی تو دیگه از کجا پیدات شد؟ نمیتونی تو اون اتاق بمونی. چی داری میگی؟ دارم میگم نمیتونی با شوهر من تو اون اتاق بخوابی. آی بمیرم، یعنی این خبر رو بهت رسوندن؟ تو هم بدو بدو خودتو رسوندی اینجا، اما الکی تا اینجا دویدی نازان. من الان وسایل من بردم، از این به بعد اونجا میخوابم. حالا اگه خواستی جدا شو، اگرم نخواستی جدا نشو، همینه که هست. دختر یعوازی، گفتم نمیتونی اونجا بمونی، فهمیدی؟ دیگه به من دست نزن وگرنه دستتو میشکونم، فهمیدی یا نه؟ برو هر کاری که دلت میخواد بکن، خودتو تیکه تیکه کن. من به چیزی که میخواستم رسیدم. خدای من، ایلماز تو چی کار کردی؟ نازان خانم، خیلی خوب، این موفقیت واسه هممون مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک باشه. تبریک میگم. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک باشه. فقط همینو کم داشتیم. لبخندم میزنی ایگی جون. سلام عزیزم. خوش اومده اجلال. شما حتما آقا فاتح هستین. انگار این به گوش شما هم رسیده. خوشحال شدم، من اجلال کوزانم. اسمتونو شنیده بودم، منم خوشحال شدم. ایگی جون، اگه وقت داری میشه با هم حرف بزنیم؟ البته، بیا بریم تو اتاق، موقع نهار میبینم اتون. باشه حتما.
نمیخوای به هم تبریک بگی؟ ما به تفاهم رسیدیم. ببین اجلال، اگه بازم خالم و یامور با هم دعوا کردن تو اومدی اینو به هم بگی، ازت خواهش میکنم چیزی نگو، چون اصلا نمیدونم چه جوری خالم و... آروم باش، آروم باش، اونا با هم دعوا نکردن. من اینجام چون فهمیدم که خیلی در حقت بی‌عدالتی کردم. بی‌عدالتی؟ این یعنی چی اجلال؟ من فکر میکردم هیچ وقت نمیتونی اون زنو فراموش کنی، اما اشتباه میکردم. چی شده اجلال؟ این دیگه چه حرفیه؟ من بعد از اینکه اون حرفا رو شنیدم فهمیدم که تو اون زن رو کاملا فراموش کردی. مگه چی شنیدی؟ این که تو با اولین عشق اون زن شریک شدی. منظورم همون آقا فاتحه. با شناختی که من از تو دارم و وقتی میبینم تو با اولین عشق اون زن شریک شدی، این یعنی این که اونو فراموش کردی، یعنی ازش منصرف شدی. فکر میکنم مهمونی امشب آخرین مهمونی نیست، چون قراره اینجا بمونم. شوهرم هم از این حرف خیلی خوشحال میشه، همش میگفت کاش باز ببینمش. این قرارداد انشالله برای هممون. فکر کنم میخواستی بگی مبارک باشه. آره بله، مبارک باشه. آروم باشی گیت، آروم باش، آروم باش. امکان نداره. نفهمیدم چیزه فاته، چیزه. من یه فکری دارم. بعد از غذا به خاطر این قرارداد یه مراسم کوچیک گرفتیم. اگه بعد از خوردن غذاهای حفیظ خانم فرصت پیدا کردیم با هم بریم اونجا، نظرت چیه؟ ها؟ داری به کجا نگاه میکنی؟ ببینم چیزی شده؟ آره یه چیزی شده، حتماً یه چیزی شده. فاتح من باید برم. چیزی شده؟ نور، نور، نور. بسیار خوبه، بفرمایین آقا فاتح، بیاین تا اتاقتون رو بهتون نشون بدم. ها بدش من. باز شروع کردم، این چه وضعشه؟ اصلا این کارا به آقای گیت نمیاد. از وقتی که اومده آقای گیتم عوض شده، خدا میدونه باز چیکار کرده. خواهش میکنم وایسا. حرف نزن نور، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. بازم به هم دروغ گفتی و منو احمق فرض کردی. ایگیت خواهش میکنم گوش کن. گفتم دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. خواهش میکنم یه بار به حرفام گوش کن. خب
خودت خیلی خوب میفهمی که چی کار کردی مگه نه ها؟ میفهمم. آره میفهمم چی کار کردم. بین ما هیچی نبوده. الکی دست و پام لرزیده. من احمق. نه من احمقم که هنوز وایسادم و به حرفای تو گوش میدم. یگیت. یگیت خواهش میکنم. عجله نکن نور. عجله نکن. ببین خیلی دیر کردی، حالا دیگه نمیتونی بهش برسی. تو میدونی که صبر کن، الان موضوع فقط من نیستم، این موضوع به هر دوتامون مربوطه. چقدر بد، اولین عشق فراموش نمیشه مگه نه؟ از هر جایی که فهمیدی اشتباه فهمیدی، اون اولین عشق من نیست، اون موقع بچه آره بودم. آره عزیزم. آره خب یعنی الان به جای ثابت کردن به من بهتره بری و به ایگیت اینو ثابت کنی. من حساب این کار ازت پس میگیرم. وای واقعا دلم برات سوخت. سختی که موقع حمله کردن یه هو پشت سر هم گول بخوری و بازی رو ببازی مگه نه؟ بازی 90 دقیقه است اجلال، اینو فراموش نکن. این بازی دیگه تموم شد، همه چیز تموم شد. وقتی میبینم تو با اولین عشق اون زن شریک شدی، این یعنی این که اونو فراموش کردی، یعنی ازش منصرف شدی، تو از نور گذشتی. واقعا دنیا خیلی کوچیکه. کی میدونست که تو با اولین عشق نور شریک میشی ها؟ نمیدونم این چه جور عشقی بوده که از نور یه شاعر ساخته و براش نامه های عاشقانه نوشته بوده. نور و زندگی هیجانیشه دیگه. شاید زندگی به روی من لبخند زده و میخواد اونو بفرسته پیش اولین عشقش. تو هم میدونی که اولین عشق هیچ وقت فراموش نمیشه. احمق دیدی چی شد؟ ببین به چه روزی افتادم. بالاخره گند زدی به همه چیز. ایلماز تو چی کار کردی؟ اوف تو چطور این کاری کردی؟ چطور؟ جواب بده وگرنه اول تو رو بعد خودمو میکشم. بعد از شنیدن صدای بوق پیغامتان رو بگذارید. ایلماز تو چی کار کردی ها؟ حالا از سرس گوشیتم جواب نمیدی؟ تو چطور تونستی این کارو بکنی؟ چطور تونستی به هم خیانت کنی؟ یگیت زود باش نور، زود باش. باور کنین آیتن خانم، من حاضرم سر بچه‌مم قسم بخورم که من این کارو نکردم، اون خودش افتاد. به خدا من این کارو نکردم، اصلا نمیدونم چی شد. خواهش میکنم به حرفم باور کنین. آمبولانس چی شد ها؟ چرا اینقدر دیر کرد؟ من میرم بیرون چون هول بودم، شاید شماره رو اشتباه دادم. چرا هیچی نمیگین؟ مگه نمیشنوین چی میگم؟ من هیچ کاری نکردم، من هولش ندادم، حتی ندیدم چطوری و چرا افتاد. به خدا قسم دارم راستشو میگم، من هیچ کاری نکردم، من نازانو هول ندادم. اون وایستاده بود، من داشتم میرفتم تو اتاق، یهو یه صدایی به گوشم رسید، اومدم دیدم که افتاده پایین پله ها.
آیتن خانم، ببینین من تو شکمم یه بچه است. میترسم یه همچین کاری رو انجام بدم. از را پله افتاده، چشماشو باز میکنه و میبنده، انگار بیهوش شده. از جاشم خون نمیاد، اما نمیدونم چرا. امکان داره خون ریزی داخلی کرده باشه. یعنی خوبه اون نمیمیره؟ چیزیش که نمیشه نه؟ من با نازان میرم، نباید تنهاش بذارم. آیتن خانم، حواستون به همه چیز باشه، من بهتون زنگ میزنم، خبر باشه. میدم. آیتن خانم، من هیچ کاری نکردم، خواهش میکنم به حرفم باور کنین، من حولش ندادم. کارت تمومه، اینو میدونی مگه نه؟ شاید این بچه رو تو زندان به دنیا بیاری. آیتن خانم، دارم میگم من هیچ کاری نکردم، دارم راستشو بهتون میگم. من دیدم تو اونو هل دادی. بذار نازان خانم حالش خوب بشه، من بر علیه شهادتم میدم. آره راست میگی. چی؟ شما دارین چی میگین؟ بدبخت شدم، نابود شدم، از بین رفتم. خدایا حالا چی کار کنم؟ بیچاره شدم، حالا چی کار کنم؟ خدایا به بچم رحم کن، به بچم رحم کن. آدرسو میفرستم، هر چه زودتر بیا اینجا. میخوام یه سری وسایلمو برام بیاری، فهمیدی؟ خدایا به بچم رحم. یعنی چی نمیتونم؟ یعنی تو حتی پول اتوبوس سوار شدنم نداری؟ چرا مستقیم بهم نمیگی نمیارم تا خودم یه کاریش بکنم؟ تو نمیتونی منو گول بزنی. اگه اینطوره پس پیاده بیا، من نمیتونم دیگه صبر کنم، داره سرم منفجر میشه. خدایا خدا نجاتم بده، حداقل به بچه‌م رحم کن، به بچه بیگناهم رحم کن. خدایا بخش شدم، بدبخت شدم، رفت با خودم، این بچه معصومم بدبخت کردم. خدایا چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ اون خوشکله چطوری از راپله افتاد؟ چی شد؟ ببین باور کن، من هیچ کاری نکردم، به خدا من حالش ندادم، خودش افتاد. باشه خیلی خوب، آروم باش. ببین من هیچ کاری نکردم، اصلا نمیدونم چی شد، به خدا راست میگم. داشتم میرفتم که یهو صدای اومد، تا اومدم دیدم افتاده. میدونم، خیلی خوب، تو فقط آروم باش، فکر کنم بردنش بیمارستان. تو نگران نباش، ببین تو بارداری، به خاطر بچت آروم باش. باشه. آیی اگه بچم چیزیش بشه چی؟ اگه به خاطر من به بچم ضرری برسه چی؟ اون وقت چی کار کنم؟ میرم برات دستمال بیارم. آره با اینم میشه. اونا میخوان منو بندازن زندان، میخوان منو اینجوری بندازن زندان تا از شرم راحت بشن، میخوان من این بچه رو تو زندان به دنیا بیارم. خدایا چی کار کنم؟ ببینم میخوای به کی بگم بیاد پیش تو بهت کمک کنه، یا اگه میخوای میتونم گوشی تو برات بیارم، ها چطوره؟ به مامانم بگو بیاد، برو به مامانم بگو بیاد اینجا. مامان تو؟ باشه بهش میگم، آروم باش، من زود برمیگردم، خونشون همین کناره. به مامانم بگو بیاد اینجا. مامان جون، آه خدایا کمکم کن، آه من چی کار کنم؟ اوف انگار سر آورده. ای بابا، اگه میخوای بهتره اول لباستو بپوشی. تو این اول صبحی اومدی اینجا چی کار؟ چی میخوای ها؟ ببین پسر جون، منم دوست داشتم بیام اینجا،
راستش زور شده، گفتم تو بدونی. من تا صبح داشتم نگهبانی میدادم. من چی دارم میگم؟ اصلا به تو چه که صبح یا زور؟ تو بهتر اول بری درس زدن رو یاد بگیری. اینقدر حرف نزن و به مامانت بگو بیاد. تو با مامانم چی کار داری؟ من چه کاری میتونم داشته باشم؟ من کاریش ندارم. آبجید باش کار داره. مامانم نیست، رفته بازار. اگه اینطوره پس خودت بیا. دختر برو دیگه، من پامو تو اون خونه نمیذارم. مامانم که اومد بهش میگم. منو نگاه. اینو که میبینی آب دماغ و اشکای آبجی جونته. اگه میخوای بچه‌شو از دست نده و بلای سر خودش نره، پس باید بیای و آرومش کنی. فهمیدی چی گفتم؟ چی؟ اینو ببین، هنوزم داره تعقیبم میکنه، حتما دلش کتک میخواد. انگار میخواد دیوونم کنه، دیوونم میکنه. زود باش نور، تو باید یه کاری بکنی. زود باش، باید جلوشو بگیری. زود باش نور، زود باش، تو باید هر جوری که شده جلوشو بگیری. داره چه غلطی میکنه؟ زود باش، عجله کن. اینو ببین تو رو خدا. آخه داره چی کار میکنه؟ الان نشونت میدم.